در این روزها سخن حج هست، تمام ماجرای ذی‌الحج حکایت حج هست و حج در واقع یک تمرین هست از طرف ما مؤمنان که افرادی را از میان خودمون انتخاب میکنیم، اینها به عنوان نمایندگان ما میرن برای حج. اینهایی که رفتن برای حج اونها لباس کفن میپوشن، لباس احرام میپوشن و در صحرای محشر عرفات و در منا و مزدلفه اونها رو میبینیم، گویا تمرینی هست برای صحرای محشر یوم قیامت. اینها به نمایندگی ما اونجا هستند و ما در کنار اونها هستیم در طول این 10 شبانه روز با دعا و استغفار و مناجات و عبادت و خدمت به خلق و همه راهکارهای مختلف عبادی تا با حاجیان همراه بشیم. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات، تا در این روزهای مشخص شده ما یا در یاد الله باشیم. و وقتی هم که به عبادت حج نگاه میکنیم، عبادت حج یک مدرسه کامل هست. در این عبادت تمام معانی اخلاقی و اجتماعی و سیاسی نهفته شده هست. در اینجا منافعی هست برای فرد، منافعی هست برای جامعه، منافعی هست برای امت. در اینجا منافع شعائر و شیوه های مشخصی برای عبادت هست و در این حال فرصت ها، به هر حال فرصت های بسیار بزرگی هست برای عبادت و منافع عقیدتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تمام اینها رو مدرسه حج در بر میگیره. وقتی هم که به آیات قرآن کریم در مورد حج نگاه میکنیم، میبینیم در قرآن کریم 70 آیه هست که به گونه ای با حج و خانه خدا، محوریتون محوریت حج و خانه خداست، که از این 70 آیه که در 17 سوره قرآن کریم منتشر شده اند، 48 آیه هست که در 7 سوره مدنی قرآن قرار دارن و 22 آیه هست که در 48 تا در 7 تا سوره مدنی و 22 تا در 10 تا از سوره های مکی قرار دارن. وقتی هم میاییم به این عبادت بزرگ و دهه ذی‌الحجه نگاه میکنیم، میبینیم که اینجا یک مدرسه تربیتی است، مدرسه تربیتی بر مفاهیم عقیده، بر در واقع ایمان به الله رو حج در دلهای ما میکاره، توحید رو، نهی از تمام معالم و آثار شرک و شرکیات رو. در پیش خانه خدا که میری دیگه همه این خزعبلات و شرکیاتی که در مزارها و امامزاده هست از اینجا اونجا میبینی که هیچ خبری از این حرفا نیست. اونجا دیگه میفهمی که ایمانت باید به الله متعال باشه و ایمان دوم بر روز قیامت و برپایی روز قیامت. میبینید که یعنی کل آیه 70 آیه که در مورد حج سخن میگه روی دو محور یا دو ستون واقف هست. یکی ستون ایمان به وحدانیت الله متعال و شناخت الله و یکی ستون ایمان به روز قیامت. وقتی که ما الله رو شناختیم، به آخرتمون ایمان داریم، چشممون به آخرت هست، این دو رکن ما رو در واقع جهت‌دهی میکنن به سوی اخلاص کامل به دستورالعمل‌های الله و رسولش. اونجاست که ما دیگه به مرحله تقوا میرسیم. تقوا یک مدرسه ایمانی است در حج. تقوا رو میبینیم که به اصطلاح تربیت ایمانی حج از معالم بارزش تقواست. تقوا و نیت اعمال صالح، سفر و همه اینها چیزهایی که به اصطلاح میشه در این فضای تربیتی حج از اونها بهره ها برد. تربیت بر ذکر الله متعال، بر دعا، بر توبه و استغفار، بر توکل بر الله متعال، بر دوستی، به سیر به سوی الله، با در اعتکافمون، در طوافمون، در نمازهامون، در رفتنمون به منا، در عرفات، در بازگشت از عرفات، در رمی جمرات، همه اینها معالمی است که ما به صورت در اونجا تربیت میشیم بر تقوا، بر راهکارهای رسیدن به الله متعال، با شکر الله متعال و طلب درخواست هدایت از جانب الله متعال. تربیت در سیر به سوی الله، گام زدن به سوی الله، ففروا الی الله، در جوی از چی؟ در جوی از برادری، محبت، انتظام، احترام دیگران، نرم خویی، عفت و عفاف، تواضع و فروتنی و صبر
و سخاوتمندی و زهد و پارسایی، همه اینها و وفا به الله متعال و همه اینها به سمع عالم تربیتی هست که ما در حج میتونیم ازش بهره میگیریم.